سلام و صد سلام به شما بچه های گلم. امیدوارم حالتون توپ، قلبتون کوک و دلتون شاد باشه. آرزوی ما همیشه شاد بودن و همیشه خندیدن شماست. اما زندگی همه چی داره، ترش و شیرین مثل پاستیل. ما باید قوی باشیم. با یه قصه پاستیلی پیش شما اومدم، پس بریم که داشته باشیم یه قصه پاستیلی خوشمزه. اسم داستانمون هست موشی که سفر رو دوست داشت. بچه های قشنگم، موش موشک قصه ما سفر کردن رو خیلی دوست داشت. کسی نمیدونست چرا. موش موشک هر بار که از دست خودش عصبانی میشد میگفت هرتی پورتی. کسی نمیدونست چرا. موش موشک هر بار که از سفری برمیگشت توی دفترچه یادداشتش یه چیزهایی رو مینوشت. کسی نمیدونست چرا. بله بچه ها، یه روز موش موشک قصه ما تصمیم گرفت که به سفر بره و تنها دوستش رو ببینه. اون فقط یه دوست توی دنیا داشت. موش موشک کمی پنیر خوشمزه برداشت تا برای تنها دوستش ببره. موش موشک کمی که رفت به فیل رسید. فیل در حال استراحت بود. موش موشک بهش گفت وای از دست شما، فیل ها کاری جز استراحت کردن ندارن. فیل با مهربونی به موش موشک نگاه کرد و گفت من هر روز با دوستام کلی بازی می کنم و هر کاری که بتونم برای اونها انجام می دم. موش موشک گفت یعنی تو دوستای زیادی داری؟ فیل گفت بله، الان هم باید به کنار رودخونه برم چون دوستان منتظر من هستن. موش موشک با خودش گفت وای از دست من، هرتی پورتی، هرتی پورتی، نباید در مورد فیل اینقدر زود نظر می دادی. موش موشک به راه خودش ادامه داد. کمی بعد به یه خرس رسید. خرس داشت برای خودش آواز میخوند. موش موشک زد زیر خنده و گفت آخه کی به آواز تو گوش میده؟ خرس آوازش رو که تموم کرد صدای دست زدن و هورا همه جا رو پر کرد. موش موشک به اطرافش که نگاه کرد سنجاب ها و لاک پشت هایی رو دید که از پشت بوته ها بیرون می اومدن و خرس رو تشویق می کردن. موش موشک حرفی نزد، فقط با خودش گفت هرتی پورتی، هرتی پورتی، موش موشک، هر چیزی رو که تو دوست نداری دلیل نمیشه بقیه هم دوست نداشته باشن. موش موشک به راه خودش ادامه داد تا به یه کاکتوس رسید. اون با دیدن کاکتوس زد زیر خنده و گفت وای بی مصرف تری موجود روی زمین تو هستی. کاکتوس چیزی نگفت. همون موقع چند تا سنجاب و آهو از راه رسیدن و به کاکتوس گفتن کاکتوس جان، منتظر شنیدن قصه امروزت هستیم. موش موشک با خودش گفت هرتی پورتی، هرتی پورتی، موش موشک، یادت باشه هر چیزی میتونه مفید باشه. موش موشک به خونه دوستش رسید. بله بچه ها، چند روز بعد وقتی موش موشک به خونه خودش برگشت توی دفترچه یادداشتش چیزهایی رو یادداشت کرد. کسی نمیدونست چرا. اون به یه چیز خیلی خیلی مهم فکر کرد. اون با خودش گفت
اگه رفتار مؤدبانه‌ای توی این سفر داشتم میتونستم الان دوستای جدیدی داشته باشم. خب بچه های قشنگم، شماها که خیلی زود راجع به همه چی قضاوت نمی کنین. پس یادتون باشه همه آدم ها برای خودشون برنامه ها و هدف هایی دارن که ما ازشون بی خبریم. با این داستان خیلی قشنگ شما رو تا داستان های دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خب بچه های قشنگم، اگه کارمون رو دوست داشتین حتما تو کانالمون سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هم یادتون نره.